پیش دکتر بتایتون شروع شد، اگه باز برای ما تشریح کنین که امی سایبان سرمایه اصلی جهان کی است؟ سایبان اصلی، گردانندگان اصلی جان از اصفهان ایران است. و مو خاطر ما همیشه میگم که ایران کشوری بسیار با قدرت مقتدر است. ایرانی ها کل جهان اداره میکنند. کل سرمایه جهان دیگرا دوست دوم و سوم و چهارم و پنجم و صدم هستند. برای از اونا کار میکنند. اونا مخفی هستند. این دلیل از چی است که ایران قدر قوی باشه؟ خب از امو ابتدا از شنیدین اصفهان نصف جهان میگفتن. بله بله. از ابتدا شنیدین، درست است؟ از او ابتدا همونطور شکل گرفته که امونا به حساب، یعنی یکونیم 2000 سال قبل اونا فعال شدن، پدرها و پدر کلانهایشان در عرصه تجارت، در عرصه بیزنس، در عرصه دیگه آیستا آیستا کار اواله را شروع کردن. وقت تلا را، سکه های تلا بود، سکه های تلا را کار اوالهش میکردن در اروپا، اواله میدادن از اونجا در اوشما بکردن، با سیستمی بانکی را امونا ساختن. یک چیز دیگر بسیار میخواییم برتان بگیم ببینندگان عزیز، زمانی که شما میخواین با یک کشور تعامل بکنین، با یک مردم تعامل بکنین، در افریقا برین با یک قبیله تعامل بکنین، یک ارتباط برقرار بکنین، همیشه پرسان میکنین کلان همی قبیله کی است. بله. همیشه پرسان میکنین کلان همی قوم کی است. به خاطر از اینکه شما یک جای میرین که با یک نفر به حساب صحبت بکنین تا بتونین که کلی از قبیله کار شما را بکنه. درست است؟ از دیگه سیارات هم که ماورایی ها آمدن در اینجا ریسرچ کردن که همی قوت اصلی کیش کی است، اونام خو اونا از ما کده خو بسیار در تکنولوژی در همه چیز پیش هستن ماورایی ها. خب اینا لازیر اونا زمانی که ارتباط برقرار کردن با ما و خودت برقرار نمی کردن، با کسانی که تاثیرگذار بودن ارتباط برقرار می کردن. با اونا ارتباط برقرار کردن که تکنولوژی از طریق از اونا برای ما توضیح شد، برای بشریت به حساب. یعنی من پیشتر مثال ساده شد گفتم، شما در قریه در افریقا برید، اولین کوششی که میکنین با کلان قبایل ارتباط شد. خب به همین ترتیب اونا آیستا آیستا، یعنی تکنولوژی زیاد را، معلومات زیاد، هر قدر شما معلومات بیشتر داشته باشید، هر قدر امکانات بیشتر داشته باشید، همه قدر مدیریت شما قوی شده میره. چی در سطح یک قریه باشه، چی در سطح یک مملکت، چی در سطح یک جغرافیای بزرگ باشه. خب پیشتر سوال کردیم که چرا اینا اینقدر فشار میارن، چرا اینقدر فشار میارن؟ به خاطر کنترل بیشتر. خب به خاطر منفعت بیشتر. خب 1% جهان را میگردانن، از 1% هم کمتر. 3% وظایف را اجرا میکنن که همین دولت ها و مامورین دولت ها و همین سارانوال و قاضی و غیره و غیره اینا، و 97% دیگه ما مظلومی ظلم پذیر هستیم. گفته آقای سعید محمدی دورکی، ما مظلومی ظلم پذیر هستیم. خب تا زمانی که ما ظلم قبول نکنیم، خب ما ظلم قبول میکنیم، هر روز فشار میایه، ما شما مردمی جهان قبول داریم دیگه میره. بله. اگر میگن که برای ما این غذا را بخورین، ما هم غذا را بخوریم. خب چند تا دانشمندی که پول بگیره میبره، برای ما میگه پروتئین زیاد داره، اینا بخورید. میگن این سیستمی پیمنت، سیستمی مثلا این خوب است، اما پیمنت ما قبول داره. اگر میگن بیت کوین خوب است، ما بیت کوین را قبول داریم. اگر میبرن میگن که برادر اینی ادویجات بخوری، نمیگه واکسین بکنین، واکسین میکنیم، اینا بکنین، هر چی که ما را میگن ما خو امو پذیرفته روان هستیم. بفرمایید که کسی که در مقابلش ایستاد شده، ای به این معنا نیست که حسن صیب عزیز که تعداد زیادی مردم یک چیز گفت و درست است، او اشتباه است. ترخورد مثلا مثال بسیار ساده بیتم، واکسین کرونا ویروس برآمد، 0.01% گفتن که ما واکسین نمی کنیم. بله. درست؟ به شمول ما که واکسین نکردم. اما 0.01% بر حق بوده، 99.9% اشتباه می گفتن. اشتباه گفته بودن، بله. خب به این معنا نیست که آل برای یگان تا میگن که صدیقی تنهاست، این تعداد مردم کم است در جهان. خب درست است که ما کم هستم، یک تعدادی باشد بسیار کم باشد، انگشت شمار باشید، ولی به این معنا نیست که تعداد شما زیاد است، شما حقیقت میگویید. واقعیت همین است. همین اتفاق افتید در موضوع کرونا، موضوع کرونا ویروس دیگه افتید. من واکسین نکردم، خانواده هم نماندم گفتم واکسین نکنین.